هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چون آن که در نزد الله به جانی ارزد در نزد خرقانی به نانی ارزد. خدا این رو لایق دونسته، بهش جانی داده، حالا من میخوام نانی بهش بدم، تردد داشته باشم، شک داشته باشم که این لایق نان من هست یا نیست. دینی، مذهبی که نتونه از من اینطور انسانی درست بکنه، اون دین و مذهب با جار و جنجال و سر و صدا و بوق و کرنا نمیتونه تو دنیا پخش بشه. اون مذهب رو با اون دین رو، اون ایدئولوژی رو، اون جهانبینی رو با زور اسلحه و تفنگ نمیتونیم به دیگران تحمیل کنیم، چون این ایدئولوژی و این جهانبینی باید از راه دل به دل بره، باید دلها فتح بشه، باید درون انسانها به این برسه که این دین این انسانهای کامل و ساخت. در طول بعثت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بیشترین وقتی که کفار از اسلام استقبال کردند و فوج فوج وارد اسلام شدند، همین فاصله صلح حدیبیه بود. چرا؟ چون اول نبی ما با این صلح حدیبیه به همه دنیا ثابت کرد که اسلام دین صلح و سلمه، دین آشتیه، اسلام دین مذاکره است، اسلام دین گفتگوست، اسلام دین همزیستی مسالمت آمیزه، اسلام تشنه خون کسی نیست، اسلام فقط میخواد تو دنیا عدل و داد و خوبی و راحت برای همه بشریت بیاد. بعضی از مفاد این صلحنامه حتی بسیار سنگین بود برای عموم صحابه، اما نبی پذیرفت. این اخلاق کریمانه نبیه.